خدایا جهان پادشاهی تو راست زما خدمت آید خدایی تو راست پناه بلندی و پسی تویی، همه هیچند آنچه هستی تویی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم به درس زبان ادبیات دری دوستان خوش آمدید به جلسه پانزدهم رسیدیم دوستان عزیز درس امروز ما عنوانش ادبیات دری در قرنهای هفت و هشت است یعنی ادبیات دری را می خواهیم در عصر مغلان بررسی کنیم در ادامه بحث در حوزه دستور زبان به ترتیب و اجزای جمله ترتیب و جایگاه اجزای جمله را می خواهیم با همدیگر مرور کنیم و ادامه بحث را با شما خواهیم بود عزیزان جان کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال کنید آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما خوبان و نیکان در این زبان هستیم کانال ارتباطی را اگرچه دوستان برای شما می میکنند بنده برای شما قرائت میکنم دو ست ست و, 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 هشتاد، دو و, و پنج، دوستان عزیز به جلسه نو خوش آمدید خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد درس جدید بشویم کار خانگی جلسه قبل را با هم بررسی کرده و مرور میکنیم خب در جلسه قبل سوالی دادیم تحت این عنوان در این شعر چند جمله هست اگر خاطرتان باشد شاگردای عزیز عنوان و بحث ما در حوزه دستور زبان جلسه قبلی چی بود ای بود که میخواستیم تعداد جمله را با هم بررسی کنیم که در یک متن در یک نوشته ما چند جمله داریم برای نگاه کردن برای رسیدن به تعداد جملات باید نگاه میکردیم که یک متن ما چند فعل دارد به تعداد افعال ما جمله نیز موجود است یعنی هر چقدر ما فعل داشته باشیم همون مقدار ما جمله داریم حالی باید یک نکته یک نکته یک نکته بسیار اساسی در ذهن شما ماندگار شود و است که در داخل یک متن ممکن است ما فعل را نداشته باشیم فعل های ما حذف شده باشد این حذف فعل ها یا میتواند به قرینه لفظی باشد و یا هم میتواند به قرینه معنایی یا معنوی باشد حالی این را باید در نظر داشته باشید که او حذف فعل ها اون پنهان شدن فعل ها را در داخل جمله شما تشخیص بدهید حال یک نوشه ای داریم که نوشته ما در قالب چه دوستان در قالب نظم است یعنی شعر است که چه میگوید شاعر میگوید که گه از دیوار سنگ آمد گه از در گه هم سر پنجه خونین شد گهی سر نگشت آسایشم یک لحظه دمساز گهی از گربه ترسیدم جهز از باز کنید دوستان این شعر را ما برای شما آورده ایم و میخوایم که تعداد جمله شمار جمله شماره جمله را شما بیان بکنید که ای دو بیت چند فعل یا به اعتبار دیگر چند جمله دارد خب برای اینکه در واقع بدانیم و بتوانیم تعداد و شمار جمله که هدف ما چی بود دوستان چند جمله و تعداد جمله است ای را مشخص کنیم چیکار میکردیم باید ابتدا ببینیم که تعداد فعل های ای دو به چند توست. خب میگوییم گه از دیوار سنگ آمد گه از در خب چی میگوید در واقع شاعر میگوید گاهی نیا کنید گاهی از دیوار سنگ آمد ای یک فعل گاهی از دیوار سنگ آمد گاهی از در از در چی آمد گاهی از دیوار سنگ آمد و گاهی از در سنگ آمد نگاه کنید سنگ آمد بود دیگه سنگ آمد بوده که اینجا در ادامه حذف شده درسته پس آمد اینجا باز هم یک فعل اینجا چون ما داش می فیل را شاعر آمده در ادامه ش... ایرا چیکار کرده حذف کرده اگه چه را میکنه حذف به قرینه لفظی گه هم سرپنجه خونین شد یعنی چی میگه گاهی پنجه از زبان یک پرنده دوستان از زبان یک پرنده گاهی پنجه هایم خونین شد گاهی سر گاهی سر چی شد؟ گاهی سرم خونین شد چی شد؟ خونین شد پس یک فعل دیگه اینجا هست شده درسته دوستان؟ یک فعل دیگر اینجا اینجا هم که داشتین دیگه خونین شد درست؟ خب در ادامه نگشت نگشت آسایشم یک لحظه دمساز چی میگوید؟ میگوید یک لحظه آسایش دمسازم نگشت نگاه کنید یک فیل اینجا داریم پس این مصرا دوستان یک فعل داره گاهی از گربه ترسیدم پس یک فعل اینجا گاهی از گربه ترسیدم گاهی چی؟ گه از باز یعنی چی یعنی گاهی از باز یک پرنده شکاری است از دسته عقاب ها دوستان گاهی از باز ترسیدم ترسیدم که اینجا فعل بوده چیکار شده دوستان باز به خاطر قرینه شاعر گرفته حذف کرده فعل را خب حالی ما میم تعداد فعل های خود را نگاه میکنیم خب چند فعل داریم یک فعل دو فعل سه فل چهار فعل پس در بیت اول ما چهار فعل داریم خب در بیت دوم یک فعل دو فعل سه فعل پس سه فعل هم که اینجا داریم خب مجموعه افعال ما تعداد افعال ما به طور کل چند شد دوستان چهار و سه جمعش می شود هفت پس تعداد افعال ما در این دو بیت دوستان هفت است و تعداد جملات ما هم هفت می شود خب بخش اول درس امروز ما دوستان بررسی ادبیات دری در قرنهای 7 و 8 است حمله چنگیزخان مغل و شهادت مردمان بیدفاع، یکی از هایی که در حوزه کشروگشایی بسیار سرامت بوده بسیار مشهور است چنگیزخان مغل است چنگیز خان مغول یک از شخصیت است که در مغولستان به دنیا می آید نام ایشان را پدرشان به نام تموچین میگذارد تموچین به معنای آهن است، آهنگر است. از اونجایی که ایشان یک شخصیت بسیار خونریز صفاق و بسیار بسیار سفت و سخت داشته نام ایشان به نام آهنگر یا تموچین گذاشته می شود. دوران حکومت ایشان در قلمرو کشورهای دری زبان را تحت عنوان دوران وحشت از او یاد میکنم شکست سلطان محمد خارزمشا و فرزندانش و تسلط کامل مغولان زمانی که چنگیز خان از مغولستان حرکت میکند و چین را تصرف میکند بعد از تصرف چین به آسیای میانه میآید آید آسیای میانه را فتح میکند و هممرز با کشورهای دری زبان میشود در اون زمان حکومتی که حاکم بود بر کشورهای در زبان در واقع سلطان محمد خارزمشاه و حکومت خارزمشاهیان بود در ابتدا رابطه بین ای دو کشور بین چنگیزخان و خارزمشاهیان یک رابطه دو برقرار شد ولی یک واقع باعث ایجاد یک رابطه خسمانه و حمله در واقع چنگیزخان به حکومت خارزمشاهیان شد چه واقعی می شود؟ در زمان سلطان محمد 450 نفر از بازرگانان مغل که برای داد و و تجارت وارد این قلم رای حکومت خارزم شاهیان شده بود در واقع کشته می شود و همی کار در واقع ایده کشه شده نیز در یک شهری تحت عنوان شهر اوترار اتفاق می افتد همی حرکت همی واقع باعث خشم و عصبانیت تموچین یا شنگسخان می گردد و دستور حمله به سلسله خارزم شایان را صادر میکند در ابتدا سلطان محمد شکست میخورد و جنگ خاموش میگردد سال بعد یک سال بعد از جنگ بین چنگیز خان و سلطان محمد چنگیز خان دستور میدهد که سر سلطان محمد را برایش بیاورند وقتی که سربازان اقدام به این کار میکنند میبینند که سلطان محمد در بستر بیماری است و حکومت را به پسرش سلطان جلال الدین منتقل میکند سلطان جلال الدین نزدیک ده سال ده سال در مقابل چنگیز خان مقاومت میکند تاب میآورد ولی متاسفانه در انتخاب شکست میخورد و سلسله چنگیز خان بر کشورهای دری زبان حاکم میشود. نابودی مدنیت و وارد شدن ضربه سخت بر رشد ادبیات دری از آنجایی که چنگیزخان خان و به طور کل مغولان از مدنیت از فرهنگ از آداب و رسوم بسیار بسیار پایینتری نسبت به دری زبانها در واقع برخوردار بود ضربه سختی ورود چنگیز خان و مغولان به کشورهای دری زبان میکنه و این ضربه سخت در قسمت های مختلف بر حوزه اجتماع در حوزه فرهنگ در حوزه اقتصاد در حوزه سیاست ایجاد میکند که ضربه اصلی و سختترین ضربه را در واقع در حوزه فرهنگ و خاصه بر ادبیات دری میگذارد تداوم شکایت های دردنگیز شعرا از نابسامانی های وضع موجود متاسفانه متاسفانه یک از چیزهایی که در تاریخ ثبت شده است که وضعیت اقتصادی اجتماعی رفاهی مردم در عصر مغلان بسیار دردآور است که به طوری که میتوانیم همی درد همی در واقع آلام همین رنج ها را در اشعار بسیار از شاعرانی که در او دوره بودن نمایان است و به تصویر کشیده شده است یکی از شخصیت هایی که در او دوره زندگی میکرده است فرقانی فرغانی است سیف فرغانی به طور کلی از نزدیک تاخت و تاز مغولان را میبیند درد مردم آلام مردم رنج مردم خود را میبیند و شعری میسراید که میخواهیم ابیاتی از اشعار ای شاعر بزرگ را برایتان بازخانی کنیم ایشان میگوید در عجبم در عجبم تا خودان زمان چه زمان بود کامدن آمدن من به سوی ملک جهان بود بر سر خاکی که پایگاه من و توست خون عزیزان بسان آب روان بود رایت اسلام سرشکسته را دولت دین پیرو بخت کفر جوان بود مردم بی اقل و دین گرفته ولایت حال بره چون بود چو گرگ شبان بود ملک شیاطین شده به ظلم و تعدی آنچه به میراث از آن آدمیان بود حمد خداوند گوی سیف و همی کن شکر که نیک و بد جهان گذران بود خب تقسیم بندی شاعران در عصر مغولان به طور کلی شاعرانی که در حوزه اصر مغولان فعالیت میکردن به دو دسته کلی تقسیم میشوند گروه اول دسته اول شعرا و دانشمندانی بودند که با طبقه فاسد و گمراه حاکم که در اصر مغولان بوده هم نمایی کرده هم فکری کرده و یاری و مدد رسانده و بسیاری در واقع از شاعران در ای است در زمره گروه اول جای میگیرند گروه دوم شاعرانی بودند که درد دل را به صورت پند با شوخی و تنز بیان میکرده بسیاری از شاعرانی که در این دوره زندگی میکردن متاسفانه در گروه اول جای میگیرد و تعداد اندکی هستند که در زمره گروه دوم جای میگیرد از جمله شاعران می توانیم در سعدی و حافظ شیرازی اشاره بکنیم و همچنین عبید زاکانی عبید زاکانی را تحت عنوان پدر تنز نویسی در واقع دری میدانند یک منظومه ای دارد یک کتابی دارد تحت عنوان موش و گروه بسیاری از طبقات حاکم در دوره مغولان را مورد استهزا و تمسخر قرار میدهد و با بیان تنز به انتقاد این طبقات میپردازند رویدادهای مهمی که در عصر مغولان اتفاق افتاده به طور کلی دوستان میتوانیم و وقایع مهمی که در عصر مغولان روی داده است به این موارد اشاره کنیم مسلمان شدن یکی از فرزندان هلاکوخان خان و رسیدنش به سلطنت به طور کلی دو سال میبینیم که مغولان سه مرتبه سه دفعه به کشورهای دریزبان حمله میکند خب یکی از مهمترینش که آخرترین حمله در واقع مغولان است نوه چنگیزخان است که هلاکوخان خان نام دارد اشان وقتی حمله میکند به سرزمین های دری بسیار از مناطق را به تصرف خود در می آورد و یکی از مهمترین کارهای ایشان این است که به خلافت عباسیان خلافت 518 ساله در واقع عباسیان خاتمه می دهد و بعد از اینکه حکومت عباسیان را از بین برد دیگر تصرف مغولان خاتمه پیدا می کند و متوقف می شود و یک سلسله ای را ایجاد می کند تحت عنوان ایلخانان مغول اسلام آوردن غازان خان و عمرای او یکی دیگر از نوادگان هلاکو خان غازان خان است غازان خان نیز به اسلام مشرف می شود دین اسلام را قبول می کند جانشینان او عمرای او بسیار از مغولانی که در مناسب اصلی هستند نیز اسلام را قبول می کند و این یک نقطه عطفی است در حصر مغولان کشته شدن شیخ نجم الدین کبرا و شیخ فرید الدین عطار نیشابوری در پی حمله مغولان یکی از رویدادهای مهم در حوزه ادبیات دریس که در این عصر اتفاق میافتد مهاجرت شعرا به پناهگاه های فرهنگی جدید می بینیم که بسیاری از پناهگاه هایی که در قدیم به عنوان مراکز اصلی دین و زبان دری از او یاد میشد شد متاسفانه مورد تاخت و تازه مغولان قرار میگیره خراسان قدیم به شدت آسیب میبینه و یک مراکز جدیدی ایجاد می شد این مراکز جدید کجا آسیای صغیر، شام، فارس، کرمان و هند باشد که بسیار از ره سبار این مناطق می شد روی آوردن مردم به تصوف یکی از نقاط دیگر یکی از نقاط کلیدی که در این عصر اتفاق می افتد است که بسیاری از مردم به سمت تصوف روی می آورد تصوف در لغت به معنای پشمین پوشی است یک سلوک است یک نوع رفتار خاص است که بسیاری از کسانی که وارد تصوف می شود دوستان گوش نشینی در واقع عبادت خداوند را با زهد و با ساده زیستی آمیخته و به ستایش خداوند تبارک و تعالی با زندگی ساده خود میپردازند. غزل سرای نامی دوستان اصر مغلان به طور کلی میتوانیم افراد زیادی را نام برد که برای شما در این اسلاید سه شخص را سه شاعر نامی را ذکر میکنیم اول شاعر نامی شیخ مسلدین سعدی شیرازی خالق آثار نامی و ماندگار بوستان و گلستان است فخرالدین عراقی یک شاعران و غزل سرایان بنام که در قالب سبک عراقی ازشان ایشان میتوان یاد کرد و خاج شمسدین حافظ شیرازی که یکی از شاعران بسیار بسیار نامی است در حوزه قزل سرایی و در دوره حکومت مغلان میزیسته است. خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم قواعد دستوری ما شویم و میپردازیم به یک مفهوم تازه ای تحت عنوان جایگاه و ترتیب اجزای جمله میخوایم نگاه کنیم که اولا اجزای جمله کدام از نام بریم و جایگاه و ترتیب هر یک از آنها را برای شما برمی خب قسم اول دوستان نهاد است نهاد اولین جزء جمله است معمولا در اول جمله میاد پس جایگاه نهاد که نام دیگرش فائل هم هست دوستان کجاست نهاد همیشه در ابتدای جمله جای میگیرد سعید در امتحان در امتحان سالانه کامیاب شد سعید در امتحان سالانه کامیاب شد خب نهاد ما کدام کلمه است دوستان سعید است پس سعید در اینجا می شود نهاد جمله ما خب کجا قرار گرفته در ابتدای جمله جزء بعدی جمله دو سان فعل است همیشه فعل در آخر جمله می آید خواه ای فعل تام باشد یا فعل رفتی پس جایگاه فعل کجاست اگر جایگاه نهاد را همیشه ابتدای جمله در نظر بگیریم جایگاه فعل همیشه در انتهای جمله است فاطمه به مسافرت می رود خب کدام کلمه فعل است مراوت فعل است که مشخص کردیم خب جایگاهش کجاست میبینیم که دوستان در انتهای جمله فعل آورده شده خب مسند جایگاه مسند رو میخوایم مشخص کنیم پس از نهاد و قبل از فعل ربطی می آید پس مسند همیشه چیه مابین نهاد و فعل ربطی جای میگیرد اگر جمله قید یا متمم داشته باشد بعد از آنها نیز می آید هوا بسیار گرم است کلمه گرم رو نگاه کنید دوستان کلمه گرم مسند است هوا نهاد است است فعل است بسیار قید است خب گرم چی می شود گرم می شود مسند خب کلمه بعدی دوستان مفعول است مفعول بعد از نهاد و قبل از فعل می آید حسین توب را برد حسین می شود نهاد برد می شود فیل توب میشود چی دوستان؟ توب می شود مفعول ما ما بین چی آمده؟ ما بین نهاد و فل آمده خب متمم متمم چی دوستان؟ متمم پس از نهاد و پیش از فعل و مسند می آید. پس هموار جایگاهش بعد از نهاد است و قبل از چی میاد آید دوستان؟ قبل از فعل و قبل از مسند ذکر می شود حمید به مکتب خواهد رفت یک دوستان یک نکته همیشه متمم بعد از چی می آید دوستان بعد از حرف اضافه می آید حرف اضافه نگاه کنید بی برای از چون اینا حرف اضافه هستند خب مکتب می شود چی دوستان نقشش مکتب می شود متمم حمید نگاه کنید نهاد است پس آمده بعد از در واقع نهاد آمده خواهد رفتم چیه؟ فعلا و قبل از فعل آمده منادا خب جایگاه منادا کجاست؟ معمولا در آغاز جمله و قبل از نهاد می آید نگاه کنید دوستان خیلی مهمه پس ما یک کلمه ای داریم که همیشه قبل از نهاد هم میتواند تواند بیاید و او چیه؟ و او مناداست که در واقع قبل از نهاد ذکر می شد ماننده خدایا خدایا عبدالله عمر بیکاس ولی عذر نخواست خدایا میشه چی دوستان؟ میشه منادای ما خب صفت جزء بعدی جمله صفت است صفت بیانی پس از موصوف خود می آید و صفت های اشاره و پرسشی قبل از موصوف پس بیانی چی شد؟ بیانی پس از موصوف می آید اگر اشاره باشد و پرسشی باشد در واقع چی؟ قبل از موصوف خود ذکر بشد و به حکم نقش و جایگاه آن در جمله مقامی است یعنی تابع چیه؟ صفت تابع موصوف خود است هر زمانی که موصوف هر نقشی داشته باشد صفت هم همان نقش را میگیرد کتاب خوب خواندنی هست کلمه خوب اینجا چیه دوستان کلمه خوب میشود صفت خب این خوب چیه از چه چی نوع صفتی است صفت ما صفت بیانیه درسته چون صفت بیانی هست خب کتاب که موصوف است چی آمده بعد بعد از موصوف خود پس از موصوف خود بیان شده خب جزء بعدی دوستان قید است قید معمولا در اول جمله بیان می شود حال خب قید خود انواعی دارد که برای شما بیان میکنیم نوی اول قید دوستان قید مکان است قید مکان نیست حالتهایی دارد یا کمیت است یا کیفیت است یا حالت و ترتیب است یا پرسش و تصدیق است و معمولا قید اگر مکان باشد دوستان قید مکانی پس از نهاد می آید خب نمونه مثال میگوید صادق غمگین نشسته بود غمگین میشود چی دوستان میشود اینجا قید قید چی قید چی دوستان قید کیفیت حالت را بیان میکند قید زمان و ترتیب هم داریم دوستان قید زمان و تردید هم قبل از نهاد و هم بعد از آن می آید پس نهاد را اگر در نظر بگیرید قید زمان که حالت تردید رو میرساند هم میتواند قبل نهاد بیاید هم میتواند بعد از نهاد بیاید امروز هوا سرد است امروز میشود چی دوستان؟ میشود قید که در واقعی آمده؟ قبل از هوا که در واقع نهاد است ذکر شده هوا امروز سرد است میتواند بعد از هوا هم بیاید و قید بعدی دوستان قید ناس که تأصف را میرساند تحسین را میرساند مسرت و خوشحالی را هم ذکر میکنند جایگاهش کجاست معمولا قبل از نهاد میآید پس قید تمنا همیشه نه معمولا یعنی گاهی میآید گاهی نمیآید معمولا قبل از نهاد بیان میشود. متاسفانه همه بر زل بر ضد ظلم و ستم بر نمی خیزن متاسفانه اینجا چیه دوستان قید است قید چی قید تمناست که از نوع تاسف تو... هم هست و او را بیان میکند خب شاگردای عزیز در اسلاید آخر رسیدیم کار خانگی جلسه آینده شما برای نقش های دستوری مفعول منادا و قید زمان مثال بزنید و جایگاه آنها را در جمله مشخص کنید برای شما انواع در واقع کلمات رو گفتیم ترتیب اعضای جمله رو بیان کردیم حال ما سه مورد خواستیم یک مفعول دو منادا سه قید زمان ای سه نقش دستوری را در قالب یک جمله مثال بزنید و برای ما بیان کنید خب شاگردای عزیز دلوندان محترم صنف نهم در پایان جلسه پانزدهم از مضمون ادبیات دری رسیدیم مانده نباشید کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال بکنید دو سفر نوستد و, و شست و چار هفتصد و اشتاد دو سد و, پینجا و پنج چهل است آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما در حوزه مضمون دری خواهیم بود تا دیدار دیگر دوستان عزیز خداوند یار و نگهدارتان